مطابق آنچه که نویسنده عبرانیان 13:5-8 اعلام میکنه، نگذارید، میخواد به اون تمرکزا بگه، نگذارید تمرکزای ترس، مشکلات و سختی ها. کلمه ای رو که پولس داره استفاده میکنه کلمه ای هستش که میتونه جایگزین موقعیت های زندگی ما بشه. برای همین میخوام دربارش توضیح بدم، تعجب نکنید. میگه نگذارید عشق به هر چی، عشق به کار. پولس صحبت از پول میکنه ولی میتونه موضوعات دیگه باشه. عشق به کار که بالاتر از عشق ما به خدا باشه، عشق به خانواده که بسیار مقدس باید باشه، اما مبادا این عشق به خانواده، عشق به خدمت که خود من هستم دارم خداوند رو خدمت میکنم و شاید حداقل سالها در طول سال چندین پیشنهاد خوب به من بشه برای خدمت و من بگم خب برم دیگه، این خدمت بیشتر شد برم، اما از خدا یادم بره که اراده اون رو بخوام. باز میخونم، اعلام میکنه نگذارید عشق به پول حاکم زندگی شما باشد. عشق به کار، عشق به تفریح، عشق به زیبایی، عشق به موقعیت‌های خوب زندگیتون، عشق به اینکه هنوز اقامت ندارید میخواید اقامت بگید، اینا همه خوبه، اینا چیزای بدی نیست، اما چرا اجازه میدید عشق که یک کلمه مقدسه و متعلق به تو و خدا و از خدا به تو که رسیده، مال تو هست، مال همسرت هست، مال خانوادت هست، برای چیزایی باشه که موقتیه؟ چرا این کلمه عشق رو میذاریم اونجا؟